سیلاب های چند روز پیش در پنجشیر واقعا خسارات زیاد مالی و جانی به بار آورد که بالاخره پای اشرف غنی را هم به پنجشیر کشانید. البته در روز اولی که سیلاب جاری شد من با هموطنان خود در داخل پنجشیر صحبت کردم و گفتم خودم از خسارات مالی و جانی نا در گزارششان اولین خبرشان این بود که از شهر شما هم یک نفر ناپدید شده و وقت تحقیق کردم دریافتم که اولین کسی را که در دره پیشغور خانه‌ش از بین برد سیلاب و کسانی که در خانه بودن نیز با خود بردن، یکی هم خانم سید علم فریاد، یک تن از هموطنان بسیار عزیز و معزز ما در تورنتو هست که واقعا برای ما تأثیرآور بود، گرچه که خبر مرگ هر هموطن ما را متاثر می سازن، اما با شناختی که از این خانم عزیز داشتیم واقعا برای افغانان تورنتو یا وطنداران تورنتو ما تأثیرآور بود و هنوز هم ما امیدوار به این هستیم که معجزه صورت بگیره و خانم آقای فریاب زنده و سالم دوباره پیدا شوند. حادثات طبیعی را نمیتونیم پیش بینی کنیم، اما بازم مردم پنجشیر خودشان توانستن که از تلفات جانی جلوگیری کنن و وقتی احساس کردن که احتمالا شب سیل بیایه، اونا با خبر کردن و حتی با فیرهای تفنگ دیگه مردم خبر کردن، به این خاطر تلفات جانی در این سیلاب کمتر بود. خب به کسایی که عزیزان خود از دست دادن تسلیت میگیم، صبر برشان میخواییم و به عزیزانشان که به جاودانگی پیوستن از دربار خالق یک تا طلب مغفرت میکنیم، روحشان شاد و جنت فردوس مکانشان میخواییم. و بالاخره دیروز اشرف غنی هم به پنجشیر سفر کرد و در جمع مردم پنجشیر صحبت های کرد، وعده های فراوان داد و در این میان چند تا نظم از دین پنجشیر هم صحبت کردن و آقای سید علم فریاد هم صحبت های کردن و بسیار با وجودی که گلویشان غم شدید از دست دادن همسر از دست میفشد و سخت ناراحت بودن، باز هم در آخرین دقایق اشرف غنی را متوجه حساسیت هایی ساخت که یک نفر میتونه چی گونه بالای مردم حکومت کنه که رضایت مردم به دست بیاره و هم به افتخار نامش به تاریخ ثبت شود. خب خوش آمدید گویا هم برای اشرف غنی شد، کسانی در فیسبوک انتقاد کردن، اما این بخش انتقادات هموطنان فکر میکنم قدر وارد نباشه. در هر کجایی که هموطنان ما حضور دارن همو ضرور مسئله معروف است که افغان ها در مهمان نوازی شهرت جهانی دارن، کسی که به خانهشون میام از او به بسیار نیکی یاد میکنن و استقبالش میکنن، ای که بعدا چی میشه و مسئله جداگانه است، اما وقت به خانهشون میام مثل که در سال 1996 با وجود تمام خرابی هایی که گلبدین کرد و شهر کابل و ایران کرد و مشکلات فراوانی برای مردم افغانستان به بار آورد و نگذاشت که حکومت در اونجا تشکیل شود که نمایندگی از مردم کنه، اما وقتی که کابل سقوط کرد و تمامی رهبران به جبر سراج آمدن، گلبدین هم آمد. بسیاری انتظار داشتن که قهرمان ملی کشور شهید مسعود از گلبدین انتقام تمام جفاهایش میگیره و با وجودی که انتقادات تا هنوز هم بالای قهرمان ملی است، هم او
از شوی عیاری کار گرفت و گلبدین خدمت کرد تا مگر روز گلبدین وجدانش بیدار شود، درک کنه که چه قسم دشمناش با او معامله کردن، او را از افغانستان نجات دادن. بعدها گلبدین مسعود متهمه کرد که میخواست او را بکشه و او فرار کرد. و آل هم غنی به پنجشیر آمد و مردم پنجشیر استقبالش کردن و استقبال بسیار صادقانه بود با وجود غم عظیمه که مردم داشتن. برازو جلالت مآب گفتن، او را نعمت پروردگار خواندن که آمده و در غمشان شریک است. ما امیدوار هستم که غنی حداقل احساسش بیدار شد، وجدانش بیدار شد و درک کنه که مردم افغانستان با او دشمنی شخصی ندارن، با عملکردهایش دشمنی دارن، با فعالیت‌های ضد ملیش دشمنی دارن و میخواین که او اصلاح کنه. و آقای فریاد هم در بازی با کلمات غنی را متوجه امی اساسیت ها ساخت و برش توصیه های کرد که اگر میخوایی جاودانه نامت با افتخار یاد شوه باید چنین کارهایی را کنی. و غنی هم در صحبت های خود از آقای فریاد به نیکی یاد کرد و وعده هایی کرد و گفت که من برای شما چند باب مکتب تکنیکی میسازم و مکتب برای خانم ها میسازم که بیاموزن و بیشتر فعال شوند. آبهای پنجشیر را گفتند که بعد از این مدیریت میکنند، معادن پنجشیر بعد از این مدیریت میکنند، سرکهای پنجشیر دوباره میسازند، بازارهای بسیار خوبی را در پنجشیر میسازند تا محل بسیار خوبی برای سیاحت و برای توریست ها باشه. خلاصه وعده های فراوان کردند. اما در پایان گفتند که ما باید اول جیب خود ببینم که چقدر پول دارم، که آیا میتونم به این وعده های خود عمل کنم یا نه. خب بیدو گرامی، غنی به پنجشیر رفت و آقای امرالله سالی هم حتی در صفحه فیسبوک خود بسیار به نیکی یاد کردن. خب از سیاست مدار رو معاقله نداریم. آقای سالی تالی چندین بار چرخش کرده و چندین بار به از این شاخه به آن شاخه پریده است و امی خاطر است که سیاستمدارها در کشور روز تا روز اون هرزش و حیثیت و پرنسیب خود نزد مردم میبازن و آقای امرالله سالی هم جز همون کسان است که یک روز به شدیدترین الفاظ حکومت مورد انتقاد قرار میده، اما وقتی که وزیر شد از حکومت حمایت کرد و وقت پس دوباره خانه نشین شد پس از دولت انتقاد کرد و آل هم غنی را یک شخصیت ملی تراشیده و بر کسایی که بر غنی انتقاد میکنن تاخته است. خب از آقای سالی باید امی اندازه توقع داشته باشیم. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و هر کدام در تلاش ازی است که در یک تکت انتخاباتی این نقش داشته باشن و آقای سالی هم جایی بر پای خود میپاره. اما به خبر از این که هر روز پیش مردم کوچکتر میشه، غنی وقت محبوبتر میشد، وقت مردم کشور مخصوصا پنجشیری های گرامی ما او را جایش در قلب خود جا می دادن که در قدم نخست وقت وارد پنجشیر شده بود می رفت ادای احترام می کرد در مقبره قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود و بعدا می رفت به محفله که ترتیب شده بود و این شکل می تانست که اعتبار بیشتر مردم هم به دست بیاره و هم در عمل ثابت می کرد که به تمام اقوام افغانستان یادم احترام می ذاره. ما روز خوب می فهمیم که حادثه پنجشیر هر کسی که مسئول می بود را به اینجا می کشانید و خنی چرا تا حال نرفت، ولی امروز که میره در پهلوی ازی که و اصطلاح احساس همدردی و همنوایی با مردم میکنه، مثلا انتخابات هم در پیش رو هست و ای به این شکل تلاش میکنه که اعتماد بیشتر مردم به دست بیاره که من با تمام افغان هستم، یک روز به این ولایت میرم، یک روز به این ولایت میرم. اما این ظاهر قضیه است، در باطن به اصطلاح گلم تمام شما را جمع میکنه. گفتیم وعده های فراوان داد و آقای سید علم فریاد هم منتظر شدن. خب خانه که رفت مهم نیست، خانه دوباره اعمار میشه، اما وقتی که ستون خانه یعنی ستون خانواده
مشکنه این دیگه تنمیم نمیشه، بلکه تا جهان جهان است این ستون جایش خالی میباشه. آی فریاد در یک کلیپ در این رابطه صحبت کردن، توجه شما را نخواست به کلیپ جمع میکنم، بعدا به صحبت آقای فریاد عنوانی اشرف غنی و وعده اشرف غنی که چگونه با کلمات بازی میکنه. و در ابتدا گفتم وعده های فراوان داده به مردم پنشیر، اما داخل میگه که باید برای من فرصت بتین تا من این پول جمع کرده میتونم نمیتونم. و کلیپ توجه کنین، دوباره برمیگردیم. نیست به اون صورت که روی مسائل حیاتی مردم فکر کنه. بار بار جغرافیای منطقه رو تغییر میده، 60 سال بعد، 20 سال بعد، 40 سال بعد جغرافیا رو پیدا سلام هم میده. خب من اول از اون نبود، خب من بیرون بودم بر خانه و خانم هم هم خانم بوده پیدا شد؟ نه او اولاده ایم اینجا نیست حرکت کردیم، ما فقط ساعت دو بجه میده بس هیچ چیزی نمونده و هیچ هیچ ما اول که تاریک بود، ما دقشق با حساب رو رو تشکیز کرده نمیتونیم صبح منتظر مانیم تا صبح دیدیم که هیچ به اصطلاح بدنگی جاز فلان نیست، هیچ چیزی وجود نداره اصلا. کمک های خوراک ها و پوشاک ها رسیده، یک قسمت کمک ها را در پایان مشروعی رو رسیده مزدگی یک وقت نان این محله رو اون طرف دریا رو بیسا تشکر از دوشان و دمکانشان و دمکانشان و هم نوانشان بعض احساساتشان واقعا قدر می کنم که یعنی یک احساسات دلتوزانه و از همین مانه از مثلا به یه حادثه داشتم و یکی کمک های چه شده ما در ایران شده ما زیاد برای یعنی و تمام محلات اینمی نواهی از اینجا تا به ولایت و پاهانتر از ولایت رفتیم، از هم از دوستان خواهش کردیم، از وطندارا تفاضا کردیم که لطف کنن که نواهی خود به حساب یک سر بزنن، ارزیابی بکنن اگر کدام مهیت جسدی در اینجا به حساب دستیاب شما رو در دیگر بکنن تا آنان که خبری با ما نرسید. اسمش با دوستان سید علم فریاد و امیدوارستم که در فضای از صمیمیت و اخلاص و محبت و شجاعت و دلیری اینمی یک انعکاس عملی پیدا بکنن و ما بتانیم با یک موج جوشان بریم در برابر دشمن، در برابر حریف، یک کشور آباد، آزاد، مستقلی را ایجاد بکنیم و خداوند یار ما شود، چنانچه خدا میگه ان الله لا یغیر ما بقومی، هیچ قومی را تغییر برش ما وارد نمی کنیم تا تغییر در عقاید، افکار، نیتهایشان وارد نکنه. ما نیتهای ما را باز کنیم، امیدهای ما را باز کنیم، اخلاصمندانه در برابر ملت شریف خود، در برابر این ملت صبور قرار بگیریم. شما باور بکنین که هیچ رئیس جمهوری بدنام نخواهد رفت از این سرزمین، با افتخار خواهد رفت. چه میخواهد آدم بیشتر از این؟ یک افتخار، یک شرف، یک عزت. بالاتر از رئیس ریاست جمهوری جناب آقای اشرف غنی چه میخواهد؟ افتخار. بیاین کمایی کنیم این افتخار. وزرای ما، دانشمندای ما، علمای ما، بیاین این افتخار در خدمت کمایی کنیم. این ملت بسیار شریف است، به خدمت نیاز دارد. مظهر آزادی، مظهر محبت، مظهر از تعالی، مظهر از تقوا احمد شاه مسعود بود. چرا احمد شاه مسعود دوست داره مردم؟
به خاطر صفایش، محبتش، دلیریش، شجاعتش، ایثارش، گذشت در برابر مثلا وطن، در برابر مردم. بیاین این احساس در خود ایجاد بکنیم، احساسی که راستی خدا را خوش میاد، احساسی که ملت خوش میاد، احساسی که همه انسان ها را خوش میاد، احساسی که با انسان افتخار مادی و معنوی میبخشه. بالاتر از این جناب اشرف غنی چه توقع میتونه داشته؟ ما امیدوار هستیم این افتخار نصیبش شود. اگه درد مردم ما را حرکت نته و خود مسئول اس نکنیم، باز خود انسان گفته نمید. و فضای باورمندی از محبت ایجاد میشه، از عمل ایجاد میشه. ما بازم همه را تسلی میتوم، از جناب وزیر صاحب داخله تشکر میکنیم که به زودی خودشان تشریف آوردن و مسئول هستن و انشالله تعالی قدم های دیگه عملی میشه. بار دیگه انشالله تعالی دولت قرار خواد داشتیم که یک دورنمای پنشیره بتانیم با هم ترسیم کنیم و اقدامات را انجام بدیم که موجب رضای خداوند جل شأنه و مورد خوشنودی مردم شد. امکاناتی که بکار است تخمین اولی مییست که امکانات کم نیست، بنابراین من ضرورت دارم که امکانات ترتیب کنم، هم از منابع داخلی هم از منابع خارجی. مگر تعهد مییست که از هیچ کوشش خودداری نخواهد کردم تا درد مردم ما کمتر شوه و رنج تکرار نشه. بخیر باشین، زنده باد افغانستان، تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، پاینده باد مردم قهرمان پنشیر.